یه سری کمپانی هستن کارشون فقط توی زمینه خاصه مثل کمپانی کریتیو سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه قراره بهتون سه تا هدفون و یه دونه اسپیکر از برند کریتیو رو معرفی بکنم که اورجینالی این برند یه برند سنگاپوریه که تو سنگاپور دفتر و دستکشون از سال 1981 هم کارشون رو شروع کردن و یکی از رهبران و پیشتازان بازار تو عرصه صدا اوج شهرتشون هم موقعی اتفاق افتاده که کارت صداهای مختلف با فنناوری های بروزی که خودشون عرضه کردن رو وارد بازار کردن و اینجوری معروف شدن کمپانی کریتیو چند سالی هم هستش که هدفون ها و اسپیکر های اصطلاحا پرسونال ساوند رو میسازه که امروز میریم سراغ چندتاشون تاشون اگه قصد خرید هدفون تو بازه قیمتی یه میلیون تومن تا 3500 میلیون تومن رو دارید این ویدیو رو ببینید یه اسپیکر هم این وسط ها هستش که قیمتش یک میلیون و 304 304 304 که اونم میتونه انتخاب خوبی باشه اگه قصد خرید اسپیکر داشته باشید بریم که با محصول اول شروع بکنیم یه فون دورگردنی به اسم اوتلایر وان وی یه سری قابلیت باحال داره اول اینکه کیفیت صدای موسیقیش واقعا خوبه یعنی خیلی چفت میشه توی گوش و خیلی جذابه اون صداش صدای موسیقی که میده بیس پوری داره و شفافیت خیلی خوبی داره صداش این تجربه گوش دادن موسیقی که میتونم بگم بهترین پارت این هنسفیری یا هدفونه دور گردن هم که قرار بگیره خوراک یه سری از فعالیت هست مثلا اگه فعالیت ورزشی میکنید این خیلی جذاب میتونه باشه اگر که زیاد از هدفون استفاده میکنید ولی تو فاز ترو نیستید که 24 یه چیزی تو گوشتون باشه این میتونه خیلی جذاب دور گردنتون باشه هر موقع که دوست داشتید اینو بیارید بذارید تو گوشتون دوباره برگردونید یه مگنت هم این پایینش داره که کارو در میاره گواهی آی X5 هم داره که ضد رطوبت و تعریقه یعنی باهاش نمیتونید شنا کنید یعنی اگر بخواید ورزش بکنید و عرق بکنید و این خیس بشه خب طبیعتا آی X5 داره و میتونه کارو راه بندازه یه ایراد بزرگ داره اونم پارت مکالمه من وقتی تست میکردم، هم خودم تستش کردم هم یکی از بچهای دفتر کلا 3 4 پ روز برد که اصلا با قصد خرید اینو بره استفاده بکنه تست موزیکش خیلی به وجد آورده بودتش اما مکالمش یه مقدار ضعیفه یعنی شما موقعی که میخوای مکالمه بکنی صدات ضعیف میره صدا خوب میاد ولی صدا ضعیف میره یعنی میکروفونش میکروفون خیلی قوی نیست نکته دوم یعنی ایراد دوم اینه که یه مقدار لیتنسی داره یعنی اگر بخواید گیم بزنید یه مقدار خیلی کمی صدا با تاخیر میاد موقعی که مثلا اینستاگرام دارید نگاه میکنید در حد مثلا 5 پنج... نیم ثانیه نیم ثانیه میشه چند میلی ثانیه پنج میلی ثانیه پنجا میلی ثانیه نمیدونم نورمون دد شد آره داشتم میگفتم که اندازه نیم ثانیه تاخیر رو داره قیمت این هدفون الان که وسط ها که نه تقریبا 20 مهر 1400 دارم این ویدیو رو رکورد میکنم 19 مهره البته دقیقش رو بخوام بگم حدود یک میلیون تومنه یک میلیون چل پنجه هزار تومنه که اگر بخوام خوبی بدیاشو بگم صد... کیفیت صدای موسیقیش واقعا خوبه جنس و متریال ساختش واقعا خوبه خیلی خوب تو گوش س... سفت میشه یعنی چفت میشه بلوتوس ورژن 5 داره که کانکت شدنش راحته اما نقاط ضعفش یک مکالمهشه و دو اون تاخیره یه نکته ضعف دیگه هم داره اونم اینه که با میکرو یو اس پی شارژ میشه از اون طرف حدود 9 ساعت هم شارژ داره که شارژ دهیش میره تو نقطه قوتش ولی شارژ شدنش میره تو نقطه ضعفش این از آوتلایر وان وی دو که به نظر من به نسبت رقیبایی که تو این بازه قیمتی هستن دیل خوبی میتونه باشه نه خیلی خفنه که آدم به وجد بیاره نه ضعیفه و اگر فقط موزیک گوش میخواید بدید و کیفیت صدای موسیقی براتون خیلی اهمیت داره زیاد مکالمه نمی کنید و از طرفی هم بازی نمی کنید با گوشی که میخواید با هدفون مثلا بازی بکنید این انتخاب خوبی میتونه باشه این از این میریم سراغ هدفون بعدی هدفون بعدی آوتلایر ایر دوه این هدفون ترو وایلسه یه اولا که یه باکس خیلی باحال و جذاب داره که اینجوری باز میشه من خودم از طراحی باکسش خیلی خوشم اومد موقعی هم که بازش میکنید دو تا هدفون تو وایلس اینجوری هستش که میره داخل گوش نکته مهم اول اینکه اون مکالمه ای که توی اون اوتلایر وان ویدو مشکل داشت توی این اونجوری مشکل نداره و خیلی مکالمه خیلی بهتری به نسبت هدفون قبلی که به تو معرفی کردم داره نکته بعدی کیفیت صدای خوبشه که واقعا شما رو راضی میکنه و میتونم بگم که اون چیپی که داخلش هست که کار وظیفه تولید و پردازش صدا رو داره کودک های مختلفی رو پشتیبانی میکنه از طرفی خیلی چیپ جونداری هم از ساخت کوالکامه و تجربه موسیقی خیلی جذابی باش خواهید داشت نکته خوب بعدیش اینه که این هدفون توی گوش خیلی کیپ وای میسته و با هر مدل بلایی که بخواید نمیفته از تو گوشتون اینم مثل دو تا هدفون دیگه ای که اینجا هست سه تا سری مختلف داره برای گوشتون که متناسب با اندازه گوشتون میتونید سری اسمال مدیوم لارج رو استفاده بکنید اگر که بخوام باز هم از خوبیاش بگم گواهی IPX5 آی که باز داره یعنی ضد رطوبت هست از طرفی بلوتوث ورژن 5 رو هم پشتیبانی میکنه مجموعا پکیج شارژش یه چیزی حدود 40 ساعت به شما شارژ میده یعنی هم کیسش هم دوتاش اگر هم دوتا هدفوناش اگر شارژ داشته باشه پکش 40 ساعت به شما شارژ دهی میده ولی اگر بخواید مثلا از هدفون استفاده بکنید چیزی حدود 8 ساعت این طورا میتونه براتون شارژ دهی داشته باشه که جدا جدا هم میتونید ازش استفاده بکنید و این هم قیمتش الان تو بازار تو همین تاریخ یه چیز اولوش 3 و 400 که به نظرم چند تا آپشن خوب داره که میتونه ارزش خرید این محصول بالا ببره یک طراحی خاص و منحصر به فردش که خیلی جذابه دو شارژدهی مطلوبش به نسبت رقبای هم قیمتش واقعا شارژدهی بیشتری داره بلوتوث ورژن 5 و کیفیت صدا و مکالمه ای هم که بهتون میده واقعا قابل قبوله از طرف این یکی دیگه تایپ سی شارژ میشه و وایلس شارژ رو هم پشتیبانی میکنه نکته مهم دیگه ای هم که داره اینه که کنترلرش تاچه یعنی شما میتونید به صورت تاچ فرمان بهش بدید یه دونه بزنید پازو پلی میشه دو تا بزنید میره بعدی سه تا بزنید میاد قبلی و این تاچ بودن جذابه با سیری و گوگل اسیستنت هم میتونه فا... کار بکنه قابلیت مکالمه دوگانه هم داره یعنی هر کدوم از گوشیاش میتونه منحصرا توی گوش شما باشه و شما تلفن رو جواب بدین مثل ایرپادا ایرپادا رو اکثر بازاریا و کاسبایی که ایرپاد دارن معمولا دیدین یه دونه گوشش رو میذارن دیگه خیلی از هدفون های برند های مختلف مثل جی بیل اینجوری نیستش که با هر کدوم از گوشاش بتونی صحبت بکنی این هدفون این قابلیت رو داره که اگر مثلا یه گوشیشو گذاشتین و کل روز تو گوشتون بود و شارژش تموم شد میتونید بذارید تو باکسش اون یکی گوشیه رو بذارید که بتونه شارژدهی بیشتری داشته باشه اگر که میخواید مکالمه باش بکنید اکتیو نویز کنسلینگ نداره این هدفون ولی انقدر چفت هست توی گوش که میشه گفت پسیو نویز کنسلینگ رو داره صدای امبیانت رو هم رو پشتیبانی میکنه یعنی شما میتونی صدای محیط رو موقعی که چون پسیو نویز کنسلینگ داره مثل الان که من کر شدم دور و نمیشنوم توی اپلیکیشنش میتونید پسیو کن... یعنی صدای امبیانت مودش رو فعال بکنید که مثل الان من کرد نشید واقعا نبود اکتیو نویز کنسلینگ خیلی توش احساس نمیشه اینم از این اگه بخوام نقاط مثبت این هدفون رو بگم کیفیت صدای واقعا خوبشه هم برای گوش دادن موسیقی هم برای مکالمه کردن از طرفی شارژ و دوام باتری خوبشه چفت شدن و راحتی استفاده تو گوشه از طرف دیگه طراحی باحالو یعنی این فرم کیس و تاچ کنترل و این چیزا هم هستش که میتونه خوب باشه آی پی هم داره اما نقاط ضعفش باز یه مقدار لیتنسی است یعنی تاخیر توی صدا از طرفی یه مقدار خیلی کمی موقعی که این باز میشه احساس میشه که کیفیت ساخت خیلی خوب نیست دوام این کیسه رو من نمیتونم تضمینش بکنم بگم آقا این حس به من داد که سالها میتونه کار بکنه یه ذره باید با مراقبت باش رفتار بکنید اینم از این یه باگ دیگه ای هم که داره اینه که من خودم مواجه شدم که این سری که اینجا هست یه ذره بزرگه یعنی میتونست کوچیکتر باشه جمع و جورتر تو گوش وایسه ولی خب نوع قرارگیریش و وزنش جوری نیست که اذیت کنه فقط یه ذره بزرگ این سریش اینم از این یکی بریم سراغ بعدی که خیلی شبیه به قبلیه این یکی کریتیو اوتلایر گلد این یکی تنها تفاوتش با نسخه قبلی اینه که شارژدهی بیشتری داره یعنی اون تقریبا چهل در نظر بگیریم این تقریبا چهل و چهار ساعته البته تجربه منه مثلا شما تو سایتش که برین توی مشخصات هر کدوم از اینا مثلا این برای این نوشته 39 نو ساعت برای قبلیه نوشته با سی و 34 ساعت ولی من با قبلیه تقریبا سه روز و خورده تونستم کار بکنم تو بیداری ولی خب من خیلی استفاده نانستاب نداشتم باشون ولی میتونم بگم که از نظر شارژدهی هر دوی این هدفون ها واقعا عملکرد خوبی دارن بلوتوس ورژن 5 کیفیت صدای مطلوب و تقریبا همون کانسپت طراحی فقط باکس این یه ذره کوچیک‌تره که نمیدونم دلیل این اختلاف قیمت 2300 هزار تومنیشون چیه عین همون یکیه همه اون ویژگی ها رو داره ولی در رنگ گلد که میتونید اینجوری خرید بکنید البته برونزیه به نظر من گلد نیست نظر تو چی علی؟ به نظر منم هم برونزیه و کیفیت باکسش همچنان مثل قبلی است اما این هم هدفون خوبیه به نسبت رقبای خودش رقبای هم قیمت این هدفون ها تقریبا دو سه تا مدل از انکر هست یه مدل از انکر هست دو سه تا مدل از جی بی ال که سبکشون یه مقدار متفاوته این یه ذره هیجان انگیزتره طراحیش و اون فناوریهایی که توش به کار رفته اگر بخوام باز هم تجربه از این بگم مثل قبلی هم کیفیت خیلی خوبی توی مکالمه داره هم کیفیت خیلی خوبی توی پخش موزیک داره لیتنسی هم چنان وجود داره یه تفاوت دیگه ای که این هدفون با هدفون قبلی داره اینه که این دیگه تاچ نیست یعنی شما باید دکمه فشار بدی شما موقعی هم که بخوای دکمه رو فشار بدی یکی از باگایی که من بهش برخوردم اینه که این دکمش خیلی سفته و موقعی که میخوای یه فرمانی بهش بدی قشنگ فرو میره تو گوشت یه مقدار درد داره یعنی اگر با این غیر تاچ بودنه بتونی کنار بیای 200 تومن اختلاف برات هندل میشه ببین یا باید اینجوری دست تو بذاری پشتش معلومه تو لنز یا باید اینجوری بذاری پشتش بزنی که خب دردسره یا اگر بخوای اینجا تو گوشت فشار بدی یه مقدار فشار میاد به گوشت از اونجایی هم که سیلیکونیه قشنگ تا ته گوشت میره یه ذره درد داره که یکی از باگای اصلی این هدفون به نسبت قبلی همین چیزیه که دکمهاش تاچ نیست این هم از این اگر که بخواید تهیه بکنید هم که باید برآورد بکنید اون اختلاف قیمته به این داستانه میارزه این شارجهش بیشتره ولی اون تاچ نبودنش واقعا گوش رو اذیت میکنه اما فرم قرارگیری تو گوش کیفیت صدا و شارژش واقعا عالیه و میتونم بگم که ارزش خرید داره اینم از این هدفون رو راجع به صحبت کردیم اگه قصد خرید ها رو دارید میتونید به سایت آون موبایل سر بزنید با قیمت مناسب تهیه کنید بریم سراغ اسپیکر این اسپیکر هم از نظر کیفیت صدا میتونم بگم که با توجه به اینکه استریو رو پشتیبانی میکنه یعنی دو تا ووفر داره و دو تا توییتر داره کیفیت صدای مناسبی داره متناسب با قیمتش که الان تقریبا حدود یک و, و اینجا دو تا بیزبیلک بیس داره که خب یه مقداری اون حس حرفه بودن اسپیکر رو میده جنس متریالش واقعا خوبه یعنی پلاستیک فشرده خیلی جذابه که اگر بخوام نمونهشو بگم آلتیمیترز که یکی از کمپانی های خفن اسپیکره که نمونه اینم هم داره همچین اسپیکری رو داره تقریبا سه برابر قیمت این قیمتش ولی خب شما با یک سوم قیمت میتونید یه اسپیکر قابل قبول خرید بکنید من اینو نمیخوام با التیمیترز مقایسه بکنم چون اختلاف قیمتشون خیلی زیاده اما فرم ساختش و کیفیت ساختش خیلی نزدیک به اونه پلاستیک فشرده دورش هست اینجا یه جنس کنفی داره دورش که گواهی IPX پی هفتم داره یعنی یه جورایی ضد آبه ولی ضد گرد و غبار نیست از طرف دیگه بولتوس ورژن 5 رو پشتیبانی میکنه که ارتباطات باش هم راحته از طرف دیگه جک سونی میخوره و با درگاه تایپ سی شارژ میشه حدود 10 ساعت هم شارجدهی داره 9 ده ساعت نانست میتونید باش موزیک گوش بدید قابلیت مکالمه هم داره یعنی شما میتونید باش مکالمه هم بکنید اگر که به گوشیتون وصلت و تماس بخوره میتونه جذاب باشه نکته دیگه ای هم نیست یعنی کیفیت صدای مطلوب رو که اوکیه یعنی تو بازه قیمتی خودش قابل قبوله آی پی ایکس هم که داره میتونید با خودتون ببرید توی صحرا یا کوه یا دشت یا دمن از طرفی بلوتوس ورژن 5 رو پشتیبانی میکنه جک سه اونیم هم که میخوره و حدود 10 ساعت هم داره این هم یکی از محصولات کریتیو که اینجا بود و من چند وقت باش کار کردم و میتونم بگم که باز متناسب با رقبایی که تو این بازه قیمتی هستن میتونه ارزش خرید داشته باشه یه نکته ای که وجود داره اینه که کیفیت صدا مطلوبه بلندی صدا اما خیلی زیاد نیست معمولا هدفون و اسپیکرها برای اینکه بتونن کیفیت خوب به شما ارائه بدن نمیذارن از یه حدی صدا بلندیش بره بیشتر توقع مثلاً مهمونی گرفتن با این, با این, اسپیکر رو نداشته باشید یه اسپیکر پرسونال شخصی یه بندم داره که میتونید به کولتون آویزون بکنید حالا مثلا اگر کوهنوردی میکنید یا جای مثلا دم دستی میرید به درد صدای خیلی عجیب غریب نمیخوره اصلا از استایلش معلومه ولی خب تو این بازه قیمتی میشه گفت انتخاب قابل قبول و خوبیه اینم از این محصولات کریتیو رو بهتون معرفی کردم اگر قصد خرید هر کدومش رو دارید میتونید به سایت آوان موبایل سر بزنید آوان موبایل رو چند باری بهتون معرفی کردم یه سایتیه که میتونید گوشی و لوازم جانبی مختلف رو ازشون خرید بکنید قیمتاشون رو ببینید با بقیه جا مقایسه بکنید اگر که اوکی بود خرید بکنید فروشگاه معتبری هستن و یه جنببندی هم اگر بخوام برند کریتیو برندیه که تخصصا تو حوزه صدا کار میکنه و من تجربهم از کار کردن با این هدفون ها تجربه خوبی بود خیلی از هدفون ها میان اینجا مخصوصا از برندهای هایلو و شیامی که اونجوری که باید کار نمیکنن یک عمر مفید خیلی خفنی هم ندارن اما متناسب با ریویو های مختلفی که من توی سایت ها و فروم های مختلف از کریتیو خوندم خودم که طولانی مدت باشون کار نکردم ولی اکثرا میگفتن که عمر مفیدش خوبه و میتونی چند مثلا چند سال مثلا یکی دو سال باش کار بکنید از طرفی کیفیت صدا کیفیت صدای مطلوبیه آزار دهنده نیست برای گوش و اون تکنولوژی های صدا که باید رعایت بشه و استانداردها توی این ها رعایت شده اسپیکره هم یه اسپیکر مغروم به صرف طوره که به نظرم ارزش خرید داره پکیجش این بود اگر سوالی داشتید در موردش تو کامنت ها بپرسید که جواب بدم دم همه تون گم که تا این آخر با من اومد اومدین امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد اگر قصد خرید هدفون یا اسپیکر دارید و نظرتون هم راجع به این هدفونا ها بنویسید اگر تجربه کار باش رو هم دارید بنویسید که بتونیم همه استفاده بکنیم خیلی عالی میشه لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوبم فراموش نشه که باسه دلگرمیه من هرچی دارم از حمایت تک, تک شما مرسی از همراهیتون خوردمشون